اشاره کردم که موضوع امروز برنامه خود اختصاص داریم به اصل سازگاری در زندگی زناشویی و انشالله که بتونیم با تاکید این اصل در زندگی مشترک به ویژه برای عزیزانی که تازه بنیاد زندگی مشترک گذاشتن به سعادت و خوشبختی دست پیدا کنیم و برسیم همه ما. آقای دکتر صداقت خوشبختانه در کنار ما هستن، مهمان همیشگی برنامه ما در روزهای چهارشنبه. ایشان مشاور امور خانواده و مسائل تربیتی هستند که امروز هم این توفیق داریم تا به اتفاق ایشان مروری داشته باشیم بر بحث منتخب برنامه. آقای دکتر عرض ادب و ارادت داریم خدمت شما. بنده هم خدمت شما و همینطور همکاران محترمتان و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب فراوان دارم. از خدای منان برای همه شما عزیزان و بینندگان محترم آرزوی توفیق و سلامتی و زندگی بهتر دارم. بله، زنده و سلامت باشیم. آقای دکتر، خاطرم هست که به کرات در همین برنامه به اتفاق شما ما صحبت کردیم که تفسیری که از روحیات، علایق و سلایق یک زن هست اینگونه زیبا تعبیر و تفسیر شده که مردان مریخی و زنان ونوسی به این معنا که هر کدام بتونن علایق مختلفی داشته باشند منحصر به فرد باشه و دیدگاه ها و نظریات و سلیقه هایشان میتونه کاملا مجزا باشه بنابر او کیفیت زندگی اجتماعی که هر کدام تجربه کردن. اگر در گروه چنین تفاوت های یک فرد یا بهتر بگم که خانوم و آقا بتونن به اصل سازگاری دست پیدا کنن، در حقیقت زندگی که شکل میگیره میتونه خیلی آرمانی و ایدال و همراه با سعادت و خوشبختی باشه برای همه اعضای خانواده. بفرمایید که سازگاری به چه معنا میتونه باشه و چه زیر شاخه هایی میتونه داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله محمد و آله و صحبه المنتجبین. همونطوری که شما اشاره فرمودید به تفاوت های زن و مرد، البته این عنوان که شما فرمودید نام یک کتاب است از یک نویسنده و روانشناس غربی که خیلی کتاب های زیادی در این زمینه داره. ایشان این تفاوت ها را میگه تا این که این تفاوت ها وجود داره و به رسمیت شناخته میشه انسان ها خوشبختن. هر وقت بخوایم این تفاوت ها را نادیده بگیریم مشکلات به وجود میاد که اصلی عنوان کتابش همین است و بحثش هم همین است. بله. اما در رابطه با اینکه سازگاری چی هست، بازم با توجه به اینکه وقتی یک زندگی مشترک آغاز میشه حداقلش دو نفر هستن و این دو نفر زمانی میشه سازگار باشن که دو نفر با هم انطباق داشته باشن. بله. انطباق یعنی که به اصطلاح با هم بتونن کنار بیاین، با هم بتونن سازگاری داشته باشن و به تعبیر دیگرش دو نفر به عنوان دو نفر شناخته شن. بله. یعنی وقتی ما دو نفر زندگی میکنیم، دو نفر زندگی میکنن، یعنی هیچ کدام فدای دیگری نشه. دو نفر رو بشناسیم به رسمیت، خود با او سازگار کنیم، او طرف هم خود با ای سازگار کنیم. به تعبیر دیگه میتونیم بگویم یک قدم او برداره به سمت اشتراکات و سازگاری ها، یک قدم ای برداره. و اگر این کار نکنیم، خیلی از مواردی ما داشتیم که مراجعه کردن یا خانم یا آقا کوتاه نمی آمده. بله. و در ضرب المثل ها هم هست، به خاطر یک لحظه کوتاه نیامدن کاری که در حقیقت مثلا 10 دقیقه طول میکشید، طرف به خاطر یکی میگه ما نباید کار تو رو انجام بدم، او طرف میگه نباید ما کار تو رو انجام بدم، ناسازگاری میکنن. به خاطر 10 دقیقه وقتی که شان گرفته میشه، شاید 100 برابر این 10 دقیقه را اینا آسیب میبینن. به این معنا که مثلا اگر فرد کوتاه میامد در کنار هم سازگارانه این عمل انجام میدادن، اینو به صورت یک تفریح میدیدن.
خب آدم در کنار شریک زندگیش کاری میکنه، سختم نیست واقعا. با بعضی موارد شلا اگر بخوایم مثال بزنیم، دقیقا ممکن است اون کسی که مراجعه کردن بدونن. مثلا یکی از مواردش این بود که مرد گاهی میگفت مثلا این پس گردنش موهای اضافه میشد، میگفت اینو بزن خیلی وقت بگیره 5 دقیقه، نه 10 دقیقه. بخاطر همین همسرش میگفت نه من این کارو نمیکنم، شما چرا، ما که برای این کارا نیستم. خب اون ناراحت میشد که تو از حرف ما گوش نمیدی، این ناراحت میشد که تو مرا وادار به کاری کردی که اصلا در شأن من نیست یا وظیفه من نیست. خب اگر یکی از این دو تا کوتا می آمد، یا او ای درخواست نمی کرد، یا اگر درخواست شده بود در کنار هم همین کار انجام می دادن. و اینون یک تفریح، ما یکی از اصولی که قبلا عرض کردیم و امروز هم اشاره خواهیم کرد این است که زن و مرد زمانی سازگار هستند که بعضی از کارهای مشترک با هم انجام بدن، با کمک هم، نه با دعوا و درگیری، بلکه با خوشحالی و خنده و بس صورت تفریح میگذاره. بخاطر همین 10 دقیقه این اختلافاتشان گاهی 3 روز قهر میکردن. بله 10 دقیقه کوتاه میامد یک دو طرف، یا مثلا اینجا که بیشتر مورد نظر خانم بود، اگر این خانم 10 دقیقه کار از دل این همسرش میکرد، دیگه 3 روز نیاز نبود اینا با هم از همدیگه ناراضی باشن، ناراحت باشن. و قطعا وقتی هر دو ناراحت هستن، هر دو آسیب میبینن از لحاظ روانی، هر دو در حالتی ناراحتی، افسردگی، استراب به سر میبرن. چه لحظات گرانبهایی را که خودشون تلف کردن. دقیقاً دقیقاً. خب اگر اینا می آمدن خودشون به تعبیر انطباق میدادن، برای همین 10 دقیقه واقعا خیلی از مشکلات حل بود و کار به اینجاها نمی کشید. علاوه بر این که این طولانی مدت در ذهن اینا میمونه، چی آسیب هایی که وارد میکنه، چی جراحات های احساسی که در درون اینها به وجود نمیه، بخاطر همین یک لحظه. این یکی از مصادیق سازگاری است که واقعا اگر رعایت بکنن خیلی راحت میتونن در کنار هم شاد و خوب زندگی کنن. این یک ویژگی های سازگاری. ویژگی های دومش این است که تعادل ایجاد کنن در روابط و نیازها. تعادل به این معنا که اگر یک طرف زندگی، زن یا مرد، همیشه خواستار این باشه که هرچی من نیاز داشتم باید برآورده شوه و هرچی من به اصطلاح دلم خواست گفتم، روابط داشته باشیم، با هم باشیم و امثال اینها، همه اینا برآورده شوه، خوب دو تا فردی از هم جدا، دو تا فردی با دو سلیقه، خب نمیشه که همه خواسته های انسانی برآورده شه. لذا برای سازگاری یکی از راههایش همین است که ما بیایم تعادل ایجاد بکنیم، که خوشبختانه ایجاد تعادل در روابط و نیازها، البته نیازهای متقابل، اینها از مصادیق خود سازگاری هست. بله. یعنی کمی ما کتابی، کمی شما کتابی، در اونجا یک قدم او برمی داشت، یک قدم ای برمی داشت، در اینجا یک قدم تو کتابی و یک قدم هر دو درک درستی از وضعیت شرایط جانب مقابل و زندگی دو طرف، دو نفره خود داره. دقیقاً. خب وقتی که همه خواسته های یک نفر برآورده شود، لازمش این است که هیچ خواسته ای از طرف دیگه برآورده نشود. برای اینکه ما بتونیم سازگاری ایجاد شود، هم به تعبیر همون مسئله معروفش که میگه نه سیخ بسوزه نه کباب، برای اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب، این است که کمی او تعادل ایجاد کنه در خواسته ها و نیازها، کمی هم این تعادل ایجاد بکنه. بخش دیگری از ویژگی این است که ما بیایم توانایی اینم داشته باشیم که تفاوت هایی که وجود داره، این تفاوت ها رو مدیریت بکنه. بله. عرض کردیم همونطور که شما اشاره فرمودید، خب زن و مرد از دو خانواده آمدن، با دو تیب شخصیتی وجود دارن، با دو ویژگی وجود دارن، بالاخره اون زن است، این مرد است. خب در اینجا اگر ما نتونیم این تفاوت‌های فردی یا تفاوت‌های جنسیتی رو مدیریت نتوانیم، خب هر کس به یک مسیری حرکت میکنه. بله.
وقتی که مسیر دوتا شد هیچ با هم سازگاری نداشتن دیگه، اینجا نمیشه یک زندگی خوشبختی تحقق پیدا بکنه. و سومین ویژگیش میتونه این باشه که ما بتونیم در زندگی مشترک در مسائل سازگاری یک راه حل برای مشکلات پیدا بکنیم. احسن. چون هر دو طرف ما مشکلات داریم، این مشکلات ما باید بیاییم بشینیم، حالا در بخش راهکارها بیشتر عرض میکنیم در این زمینه که با هم این مشکلات حل بکنیم. خب چنان که یکی از راههایی که قبلا هم شاید اشاره شده باشد این است که ما میتونیم با سه حالت این مشکلات ببینیم. بله. یک مشکلی از طرف پیش میاد، ما پرخاشگرانه مسئله رو مطرح کنیم. اگر پرخاشگرانه مطرح کردیم، هم خودی طرف اون کسی که پرخاشگری کرده آسیب میبینه، هم طرفی که مخاطبش هست آسیب میبینه. بالاخره شما به کسی پرخاشگری بکنیم، چه پرخاشگری لفظی چه خدای نخواسته بالاتر از این، خب بالاخره روحی طرف مکدر میشه و احساسش جریحه‌دار میشه. اون خوش حالی و احساس رضایت در زندگی و اون خوشبختی که باید احساس کنه احساس نمیکنه. ولی اگر ما بیاییم اصلا مطرح نکنیم، هیچ کتابی، خب در زندگی مشترک اینطور نیست یک روز باشه دو روز باشه، چون طولانی است یک مسیری 70 ساله 50 ساله، حالا انشالله خیلی به همه عمری طولانی بده 100 ساله. خب در این 100 سال ما که نمیتونیم همهش کوتاه بیاییم. این در واقع اگر کتابی های مشکل دیگه به وجود میه، طرف عقده میکنه عقده میکنه، یک زمان به اصطلاح منفجر میشه. بهترین راهش این است که بیایم در کنار هم بشینیم با گفتگو، که قبلا هم اشاره شد که گفتگو غیر از مشاجره است. بله. بر رویش گفتگو بیایم بگیم این مشکل است، رای حل ها این است این است این است، در این رای حل شما کمی کتابی ها، در این رای حل او کتابی ها، هر دو هم در این قسمت متعادلانه کتابی هاین که هر دو بتونن و سازگاری برسن. بله. تشکر بکنیم آقای دکتر. بنا به فرموده شما از منظر دیگری به مسائل و مشکلات زندگی نگاهی بیاندازن، هر دو در کنار یکدیگر گفتگویی مسالمتی آمیزی باشه، حتی میتونه از همفکری یکدیگر استفاده کنن برای که بتونن حل مسئله داشته باشن، تا یکی از تنش‌های بیشتر هم جلوگیری داشته باشه، که فکر میکنم همه ما باید در رابطه با این مسئله به مهارت گفتگوی مؤثر و پرفایده هم آگاهی های لازمه داشته باشیم. وقفه ای را اگه موافق باشید ببینیم و انشالله در ادامه بر راهکارها اشاراتی خواهیم داشت. از همراهی شما عزیزان هم تشکر میکنم. در رابطه با سازگاری صحبت کردیم، با توجه به تمامی تفاوت ها و اختلاف نظرها و دیدگاه هایی که در خانم ها و آقایان غالب هست، خوب هست که با توجه به اصل سازگاری فضای خانواده رو بتونیم فضای شادتر همراه با سعادت و مطمئنتر و مسئونتری برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر مهیا کنیم. وقفه ای را ببینیم و انشاءالله در ادامه به این موضوع اشاره خواهیم کرد که چگونه میتونیم اصل سازگاری را بیشتر در وجود خود پرورش بدیم. خیلی خوش آمدید عزیزان، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه روی خط زندگی و خوشبختانه امروزی فرصت داشتیم تا در رابطه با سازگاری در زندگی مشترک صحبت‌هایی را داشته باشیم. دوستان عزیز و ارجمند، فکر میکنم ارائه کردن چند راهکار خیلی ساده میتونه به ما کمک کنه تا با توجه به تمامی اختلاف سلیقه ها و تفاوت هایی که در زن و مرد وجود داره، بتونیم بیشتر اصل سازگاری را در رفتارهای زناشویی خود مورد ملاحظه و تبیین قرار بدیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. بله. یکی از راهکارها این است که ما بیاییم همونطوری که عرض کردیم از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز
روی نقطه های ضعف و نقطه های قوت همدیگه کار بکنه. به این معنا که ما هر انسان بالاخره نقطه های قوتی داره، نقطه های ضعفی داره. همیشه ما موظف هستیم، چه در زندگی مشترک، چه در غیر زندگی مشترک. ولی با توجه به این که زندگی مشترک خیلی اهمیت داره، تنها سرنوشت خود شخص یا دو نفر در میان نیست، افراد دیگری از این روابط و از این سازگاری یا بهرمند میشوند یا اینکه محروم میشوند. لذا ما وظیفه داریم که یکی از راهکارهای این است که بر روی نقاط ضعف و نقاط قوت خود کار بکنیم. به این معنا که مثلا نقاط ضعف کمترش بکنیم، بشناسیم چی خود طرف باشه چی شخص دیگه. معمولا انسان نسبت به خودش سوگیری داره، یک سوگیری به نفع خود. همیشه قضاوت که میکنه میگه من خوب هستم، ملامت من نیستم. حتما همیشه طرف ملامت است. خب کسی دیگه چون ما رو با دیدی سوگیرانه نمیبینه، حقیقت میدونه. چه بهتر که ما به عنوان دو فرد به هم نزدیک، دو فردی که به تعبیر قرآن کریم لباس هستند، زینت هم هستند، بیم با هم صادقانه نقاط ضعف و قوت بشناسایی بکنیم و نقاط ضعف بپذیریم و بعد رفعش بکنیم. نقاط قوت شناسایی بکنیم، خدا رو شکر کنیم و بیشترش بکنیم، تقویتش بکنیم. مثلا حالا فرمودید مثال بزنیم، یک زمانی زن و شوهر میخواییم در یک خریدی برای وسایل خانه، وسایل منزل، بازار تشریف ببرن. گاهی وقت هست، خیلی از موارد زیاد متاسفانه ما از این قبل حرفا دیدیم که همونجا پیش دکاندار و مغازه‌دار بینشون با در انتخاب وسایل دعوا میشه. بله، مشاجره است. مشاجره میشه. این میگه من میفهمم چون زن خانه هستم، اون میگه من میفهمم چون مرد خانه هستم، من باید اختیار دار باشم. همینجا بیگو مگو میکنن، پیش همون دکاندار یا هر کسی دیگه به هم دیگه فحاشی میکنن، گاهی بی احترامی میکنن. بعد بدون خرید برمیگردن، دو سه روز قهر میشن به خاطر که هر دو میگه تو آبروی مرا بردی، اون میگه تو آبروی مرا بردی. بهترین راهش این است که ما بیاییم از طریق سازگاری و از طریق نقطه شناسایی نقطه قوت و نقطه ضعف خود اینا رو برطرف کنیم. یک بار خرید رفتیم، دیدیم دعوا شد، درگیری لفظی پیش آمد، خدای نخواسته به احترامی به همدیگر شد، بشینیم خب کار از کجا شروع شد؟ بله. و قانون بگذاریم، مثلا بگیم در جایی که میریم اگر مربوط به وسایل آشپزخانه است 90% اختیار با خانم، یا اصلا 100% اختیار، چون او با این کار میکنه. اگر مثلا مربوط به غیر از این آشپزخانه وسایل دیگه است، اینجا آقا اختیار داشته باشد. ولی این به معنای این نیست که گفتیم اختیار داریم. حتی اگر طرف گفتی رنگش خوش قشنگ نیست، او رنگش قشنگ است، بازم اصرار بکنیم. بله، چون بله. قانون ای بود که باید وسایل آشپزخانه رو خانم انتخاب کنه، فلان وسایل آقا انتخاب کنه، هیچ کوتاه آمدنی در کار نباشه. بابا گاهی هست وسایل آشپزخانه یک رنگ میپسنده، یک دیگر رنگ میپسنده. خب چی بهتر اگر قابل جمع است جمع بکنیم، یک رنگی انتخاب شود که هر دو راضی باشه. اگر نشود بالاخره یک راه حل پیدا بکنیم. بهترین راهش مثلا بگویم اگر اختلاف شد قرعه میندازیم با زبان خوش، هر قرعه به نام هر که بیرون شد یا به هر رنگ بیرون شد. این یکی از مصادیق است که متاسفانه ما در جامعه شاهد زیادی هستیم و اون مسئله که باید باعث خوشحالی شود، ما چیزی رو میخریم تا خوشحال شیم، در خانه لذت ببریم، همون تبدیل به تلخ کامی میشه. بله، بله. میریم در بیرون به همدیگه پرخاش میکنیم، خانه میریم وسایل ناخریده و
دو سه روز چند روز قهر کینه ها کدورت ها افزایش پیدا میکنه، به خاطر همین یک نکته رعایت نکردن. در وقتی به مسئله نگاهی هم میاندازی میبینیم که مشکل چندانی هم نبوده و به دلیل کوته فکری و سهلنگاری هایی هست که گاهی اول خانم آقا انجام میتن و نمیخوایم بنا به فرموده شما که به کرات اشاره فرمودین که یک قدم کوتاه بیاین اصلا. و او زیبایی همراهی که هر دو برای رفتن به خرید داشتن تلخ میکنن، علاوه بر اون دو سه روز موجب بروز کدورت تنش میشه و واقعا چقدر ساده تمام چیز ما داریم خراب میکنیم فقط به دلیل ای که نمیخوایم از یک منظر دیگه نسبت به بسیاری از قضایای زندگی نگاه کنیم و درک وجود داشته. دقیقا میتونیم بگوییم بجای سازگاری ما یک لحظه ناسازگاری رو در پیش میگیریم. بله بله، همین ناسازگاری سبب بسیاری از مشکلات و تلخکامی ها میشه که خوشبختانه یکی از راهکارها همین است که همسران خصوصا زوجهایی که تازه ازدواج کردن با هم بشینند روی این مسائل توافق کنند، به تفاهم برسند و سازگارانه عمل بکنه. بله. اصل بر ایثار و گذشت باشه. بله. ولو انتخاب بنده شکل نگرفت، حالا دنیا که به هم نمیرزه. بله. حالا شرایط دیگه پیش آمد، میریم یک بهتر شد. بله. طبق سلیقه شما. یا گاهی وقت اگر لج کنیم، متاسفانه یکی از چیزایی که در جامعه هم مشکل وجود داره، اگر میگه کسی لج کرد ولو میدونه حق با طرفه، ولی دیگه کوتاه نمیه، میخواد که حرفش تا آخرین مرحله به کرسی بشه. بله. لذا اگر در مقابل این مقاومت کنین، مقاومت میاره. لذا نرمیش راحت آدم نمیشکنه، طرف هم نمیشکنه. ما بارها مثال زدیم که اگر یک پلاستیک اینجا باشه، یک بار سنگین میبینیم پلاستیک انعطاف پذیر، خم میشه بار از سرش رد میشه، ولی یک آهن بگذاریم چون مقاومت میکنه، استادگی میکنه، هیچ کوتاه نمیه، این انعطاف پذیر نیست، یا بالاخره اون بار رو میشکنه یا خودش میشکنه. صحیح. دیگه طوری خم میشه که دیگه از بلند شده نمیتونه. میزنه هم به طرف. بله. بالاخره یا به هر دو آسیب میزنه. بله. یا یکی از دو طرف آسیب میبینه. دقیقا در مسائل زندگی مشترک اگر ناسازگاری نباشد و این راهکارها ما در پیش نگیریم، واقعا نمیتونیم که یک زندگی شاد، یک زندگی خوشبخت داشته باشیم. گاهی وقت ما اصل فدای فرار میکنیم. مثلا اصل زندگی همون سازگاری است واقعا در زندگی مشترک. چون عرض کردیم که یک روز دو روز که نیست، یک عمر زندگی است. ولی بعضی چیزهای فرعی رو گاهی وقت ما خرید مسائل یا ای که حرف ما به کرسی بشینه و حرف یا حرف تو، بخاطر همین یک که چرا حرف من نه حرف تو، بخاطر همین یک عمر زندگی رو خراب میکنه. در حالی که اینا مهم نبود، میشه جایگزین کرد. اما اصل زندگی رو میشه جایگزین کرد؟ نه. فقط زمان میشه که ما سازگاری داشته باشیم. این یک نکته. دومش که تقریبا اشاره کردیم این است که ما بیاییم منظم گفتگو داشته باشیم. در روش های دیگه هم عرض کردیم گفتگو یکی از چیزهایی است که در همه جا کاربرد داره. بله. ما مثلا اگر مشکل پیش آمد، اگر خدای نخواسته همسران، شوهران، زنها وقتی یک مشکل پیش آمد بیان هیچ با هم دیگه مطرح نکنن، خب این کینه ها کم 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 تبدیل به یک عقده میشه. بله. ولی اگر بیم بگویم خب این پیش آمد، مشکلی نداره، زندگی است، بالاخره بالا و پایین داره، بیم بپیشینیم با هم به اصطلاح تجدیدی نظر کنیم، ببینیم واقعا مشکل از کجا بود. بله. گفتگو بکنیم رای حلش چی هست و واقعا عاقلانه، منطقی، بدون این که توهین به هم دیگر شود، بدون این که ما بخوایم حتما حرف ما به کرسی بشنه، با این روش حل میشه. و این مسئله معروفی هست که بعضی از روانشناسان هم اشاره کردن، گفتن اگر شما بخواید همیشه حق با شما باشه، همیشه حرف حرف شما باشه، هیچ وقت شما به کمال نمیرسید.
نمیشه، اصلا مقدور اصلا نیست. مقدور نیست، چون آدم هر چی بخوایی خب بالاخره آدم عیب و نقصش درک نمیکنه. لذا بهترین خصوصا در این مسائل، خصوصا مسائل زوجهای مسلمان که گذشت خیلی ثواب زیادی داره. حالا احادیث زیادی داریم خصوص در مورد زن و شوهر. ما بارها اشاره کردیم که حتی برای زنهایی که در برابر شوهر بد اخلاق گذشت میکنن، کوتاه میان، سازگاری میکنن، فوق العاده ثواب در نظر گرفته شده. بله، ثواب همسر فرعون حضرت آسیه که چقدر رنج کشید در این مسیر، مردی که در برابر زن بد اخلاق که هیچ کوتاه نمیه، یا به تعبیر روانشناسان زن دشوار، صبر میکنه، تحمل میکنه، اونم به خاطر خدا، ثواب حضرت ایوب داره که یکی از صابران و یکی از آدمهایی هست که در صبر الگو و نمونه است. بله، و این همه ثواب داره. ما اگر مسلمان باشیم خیلی راحت میتونیم کوتاه بیم، سازگاری بکنیم، این همه خودخواهی نداشته باشیم. بله، مسئله دیگه تقویت عواطف مثبت هست. برای اینکه ما سازگاری داشته باشیم، خیلی وقتا مثلا ما کوتاه نمیاییم. چرا کوتاه نمیاییم؟ ناسازگاری میکنیم، میگیم چرا حرف او باشه، چرا حرف ما باشه، او میخوای از من سوء استفاده کنه، همیشه باید من نوکر او باشه. خب آیا نمیشه اینو مثبت ترش کنی؟ بگیم حالا حتما این مسئله این نیست که او مرا به عنوان نوکر، به عنوانی که من حرفی او رو قبول کنم، چی در مقابلش من ضعف احساس کنم، من ضعیف میشم. یک فکر مثبت را جایگزین بکنم، بگویم خب من حرف او رو میپذیرم، شاید او فهمیده تر از من باشه، در این زمین متخصص تر از من باشه، لذا در عین حال که من او رو خوشحال میکنم، علاوه بر این که یک مؤمن شاد کردم، شوهر من یا زن خودم شاد کردم. بله، خب این شاد کردن زن یا شوهر چقدر ثواب فراوانی داره که بله، منجر به سازگاری و در نتیجه منجر به یک زندگی شاد میشه که فضای خانه مملو میشه از محبت و عشق و علاقه. بله، لطف کردید آقای دکتر، تشکر میکنم از آموزه هایی که در این برنامه اشاره فرمودید. واقعا نکاتی آموزنده، طلایی و فکر میکنم پرکاربرد بود که به سادگی عزیزان میتونن در زندگی خود مورد تبیین قرار بدن تا بتونن به اصل آرامش، سعادت و کمال در زندگی مشترک دست پیدا کنن. برای شما آرزوی موفقیت دارین، خیلی خوش اومدید با برنامه امروز ما. تشکر از شما. تشکر با پایان برنامه رسیدیم عزیزان. انشالله که صحبت های امروز ما در برنامه مورد توجه و قبول همه شما عزیزان هم واقع شده باشه و این نکات تأثیر گذار باشه و بتانیم همه ما در زندگی و در رفتارهای خانوادگی و زناشویی خود بیشتر مورد تبیین و استفاده قرار بدیم. و همکنون از حضور گرم همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شما را به الله پاک و بی نیاز می سپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.